خدا را شکر می کنم مجددا برای این فرصت که در خدمت شما هستم خدا را شکر می کنم و ابراز خوشحالی می کنم از اینکه چنین فرصتی مهیا شده از طریق شبکه امید جاودان برادر عزیزم کشیش رسول محبت کردن و این فرصت را ایجاد کردن که در خدمت شما باشم و حقایق و برکاتی را از کتاب امار رسولان با شما در میون بذارم چندین مطلب را تا حالا با هم بررسی کردن، کردیم امیدوارم که اونا را دنبال کرده باشید و با ادامه بررسی حقایقی از اعمال رسولان ما بیشتر خواهیم دید که وقتی ملکوت خدا میاد چه چیزهایی امکان پذیره و در واقع غیر ممکن ها ممکن میشه و کارهای عظیم و عظیم و عجیبی صورت میگیره ما وقتی به بابای اول امار رسولان نگاه میکنیم اتحاد شاگردها مطمئن شدن از قیام ایسای مسیح و در دعا منتظر روح القدس شدن را بررسی کردیم و در روز پنتیکاس روح القدس بر اونها نازل شد و در حالی که همون شاگردا که حدود پنجاه روز پیش در ترس و نگرانی و غم و چنین شرایط ایسا را تنها گذاشته بودند هم آنها ایستادند و در هیکل محل عبادتگاه یهودیها که افراد خیلی زیادی بودند اونجا با دلیلی و شجاعت تمام به ایسا و به قیام او اشاره کردند و به قیام او موعظه کردند و معیزه آنها به قدری دلیرانه و شجاعانه تو با قدرت روح القدس بود که افراد زیادی که اونجا بودند دلریش شده ملزم شده خودشونو وقت ایسای مسیح کردند و این سرآغازی بود برای ایجاد کلیسا که عیسی مسیح فرموده بود که در اورشلیم بمانید روح القدس بر شما میاد قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید شد آنها با اطاعت و پیروی از وعده عیسی مسیح و از دستور عیسی مسیح در اورشلیم ماندن دعا کردند و روح القدس بر آنها آمد و در اولین موعظه و خدمت رسولان سه هزار نفر ایمان آوردند و این کار عجیبیه که این فقط روح القدس قادر چنین کاری را انجام بده حقیقت اینه که عزیزان من اگه ما هم قلب و وجود خودمون رو به روی روح القدس باز کنیم همین برکات و همین حقایق در زندگی ما هم آشکار خواهد شد در ادامه وقتی که افراد زیادی ایمان آوردند و سه هزار نفر وقتی ایمان آورده بودند قطعا شاگردها در گروه های مختلف خانگی در جمع گوناگون افراد را ترغیب می کردند به سوال های اونا جواب می برای اونا دعا می و شادی و موج حضور خدا در بین اونها موج می زد و حضور خدا اونجا آشکار و ملموس بود و این عاملی بود که اونها متحد بشن بچسبن به دعا و در دعا ادامه بدن و رفته رفته جلال خدا بیشتر آشکار می شد به گونه ای که بعد از مدتی در اعمال باب سه ببینیم وقتی پتروس و یوحنا برای صبح داشتن به عبادتگاه یهودی ها چون اون موقع هنوز کلیسا جامعه جدا شده از جامعه یهودی نبود هنوز خودشو متصل و وصل شده به یهودیت میدید میرفتن در هیکل و در عبادتگاه اونجا متحدانه با اونها دعا میکردند در مسیر ورود به هیکل میبینیم که مرد لنگیه که اونجا به چه طریقی شفا پیدا میکنه پس اعمال باب سه از آیات, آیات یک به بعد رو با هم قرائت میکنیم نگاه کنید گوش کنید و اگه خودتون هم کتاب مقدس در دست دارید به این آیات نگاه کنید و ببینیم که خداوند چه کارهای عجیب و عالی انجام میداد در ساعت نهم عرض کردم که ساعت نهم یعنی ساعت حدود دوازده زور میشد. وقت نماز پتروس و یوحنا با هم به کل می رفتن. ناگاه مردی را که لنگ مادرزاد بود می که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام دارد میگذاشتند تا روندگان به هیکل صدقه بخواهد آن شخص چون پتروس و یوحنا را دید که میخواهند به هیکل داخل شوند صدقه خواست اما پتروس با یوحنا بر وی نیک نگریسته گفت به ما بنگر پس بر ایشان نظر افکنده منتظر بود که از ایشان چیزی بگیرد آنگاه پتروس گفت مرا طلا و نقره نیست اما آنچه دارم به تو میدهم به نام عیسی مسیح برخیز و بخرام به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام و دست راستش را گرفته او را برخیزانید که در ساعت پایها و ساقهای او قوت گرفت برجسته بیستاد خرامید و با ایشان خرامان و جست و خیز کنان خدا رو همگویان داخل هیکل شد چه چیز عجیبی شاگردا دیده بودند که عیسی مسیح بارها و بارها مفلوجان را شفا داده بیماران را شفا داده امراض افراد غشی دیوزده ها آزاد شده بودند خودشونم چندین بار به سفرهای بشارتی از, تا... از طریق عیسیی مسیح فرستاده شده بودند و آنها هم خدماتی کرده بودند افراد را با مالیدن روغن شفا داده بودند اما چنین شفایی که مفلوجی را به همین راحتی دستشو رو بگیرند و بگن برخیز و بخران تا اون این موقع صورت نگرفته بود پس آنها نگاه کردند به اون مرد گفتند ما را طلا و نقره نیست آنچه که عیسی مسیح بنا نداده بود طلا و نقره بود با اونا چی داده بود قوت روحانی قدرت روحانی اقتدار نام خودش رو به شاگردا عطا کرده بود و در نتیجه آنها با همین اقتدار عمل کردند جالب اینه که وقتی سای مسیح به آسمان صعود میکرد به شاگردا توشه سفر هزینه راه تدارک اسب و امکانات مادی مهیا نکرد خیلی وقتا ما وقتی به کار و بشارت و خدمت فکر میکنیم به همین توجه میکنیم عیسی مسیح به اونها گفت که از روح القدس پر خواهید شد به شاهدان من خواهید بود این چیزیه که نیاز تمام اثار و هم همواره نیاز همه مردم و مؤمنین و کلیساهاست. هاست پری روح القدس حضور روح القدس حضور روح القدس برای هر سوال جوابه راه گشاست آنها اینجا با مرد لنگی روبرو میشوند که پول و طلا و کمک های اینقدر کارساز نیست آنها چیزی داشتند قدرت نام ایسای مسیح قدرت روح القدس حضور روح القدس قدرت نام ایسای مسیح را برای آنها آشکار میکرد پس آنها گفتند ما طلا نقره نداری ولی آنچه که داریم به نام ایسای مسیح ناصری برخیز و بخرام این فرد لنگ برخواسته شکرگویان خدا را ستایش کنان با آنها به وارد هیکل شد واقعا وقتی روح خدا میاد ما با دید الهی به مسائل نگاه میکنیم میبینیم که غیر ممکنی وجود نداره بلکه غیر ها ممکن میشه چون دست خدا، چون عمل خدا، چون کار خدا مطرح در میان او به میدان میاد و وقتی خدا میاد همه کارها امکان پذیره دیگه مردم که این شخص را لنگ بود خرامان بود را میشناختند. دیدند و این باعث شد که توجه همگان جلب بشه چه اتفاقی افتاد چطور این شخص شفا پیدا کرد و دیدند که او داشت خودشو به پتروس و یوحنا میچسبوند و در ارتباط با اونها بود که او شفا پیدا کرده بود میگه همه متوجه پتروس و یوحنا شدند. که اینا چه افراد عجیبی هستند مقدسینن از آسمان نازل شدن اینا کی کیستند و این چه اتفاقیه که در اورشلیم داره اتفاق میافته درست اونها مقدسین بودند اما ایسای مسیح را تقدیس کرده بود همان گونه که ایسای مسیح امروز نیز افراد را تقدیس میکنه و در حالی که اونها داشتند به پتروس به ویژگی های پتروس یا آنچه که از اونها ساده شده بود توجه به اونها بود یوحنا و پتروس توجه اونها رو برمیگردونن از خودشون به ایسای مسیح کلام خدا اینطوری میگه آنگاه پتروس ملتفت شده به دان جماعت خطاب کرد که ای مردان اسرائیلی چرا از این کار تعجب دارید و چرا بر ما چشم دوخته اید که گویا به قوت و تقوای خود این شخص را خرامان ساختیم دو حقیقت بزرگ به قوت به قوت ما و به تقوا پاکی قدوسیت ما بر این مبنا نیست خیلی وقتا افراد فکر بکنن باید اینقدر مقدس باشن تا خدا از طریق اونها عمل کنه درسته ما نیاز داریم که دنیای درونی ما آرام باشه وجدان های ما ما را ملزم نکنه دل ما ما را مذمت نکنه ولی هنوز اصل کار کاریه که نام ایسای مسیح انجام میده قدرت نام ایسای مسیحه پس اونا تاکید کردن نه به قوت ما نه با تقوای ما بلکه به نام ایسای مسیح این فرد شفا یافته ولان خرامان نزد شما هست هنگامی که افراد عیسی را رد کردند عیسی را محکوم کردند حالا پتروس میگه که همان عیسی خداوند و رئیس حیاته و در میان ماست قیام کرده و در نام اوست که ما شاهدان این نام مقدس هستیم که این شخص الان شفا پیدا کرده در ارتباط با عیسی مسیح چنین ذکر میکنه پتروس اما شما قدوس عادل یعنی عیسی مسیح را منکر شده خواستید که مردی خونریز برابانام به شما بخشیده شود و رئیس حیات را کشتید که خدا او را از مردگان برخیزانید و ما شاهد بر او هستیم ببینید قیام عیسی مسیح در تمام معجزات و پیغام های پتروس تاکید میشه چرا چون عیسی مسیح رو به رو آنها را ملاقات کرد با آنها صحبت کرد زنده بودن خودش به آنها نشون داد و آنها دیگه صد در صد عیسی قیام کرده را دیده بودند و از قیام با اعتماد کامل صحبت می‌کردند ما شاهد قیام او هستیم و به سبب ایمان به اسم او اسم او این شخص را که می‌بینید و میشناسید قوت بخشیده است نام مقدس ایسای مسیح به نام ایسای مسیح به دلیل نام عیسی مسیح این شخص نجات پیدا کرده شفا پیدا کرده و اینجاست که نام او نام پرجلالیه و نام عیسی مسیح برتر از جمعی نام هاست به نام عیسی مسیح افراد شفا پیدا می کنند آزاد می شوند و نجات و رهایی در این نام وجود داره و روح القدس میاد تا این نام را برافرازه قدرت این نام را آشکار کنه تا در نام عیسی مسیح مردم نجات پیدا کنند کلام خدا در لغا باب آخر اشاره میکنه که به نام ایسای مسیح در هر جا آمرزش گناهان مایزه میشه یعنی هر که به نام ایسای مسیح ما میاره آمرزش گناهان پیدا میکنه و در اینجا میبینیم که در نام ایسای مسیح شفا هست در نام ایسای مسیح جواب همه های ما وجود داره در کشوری ترکتایی بود در ارتباط با ایسای مسیح کارهای او مجزات او و چگونگی ایمان آوردن به او و در ارتباط با هدایت افراد برای ایمان و شناخته ایسای مسیح این نوشتهجات و پخش می شد و در بالای اون نوشته شده بود که جوابی ساست جوابی ساست جوابی ساست بعضی این ترکتا را نگاه می کردن می خوندن، می گفتن سوال چیه که جوابی ساست مسئله خوبی را مطرح می کردند سوال تمام بدبختی های انسانه تمام مشکلات انسانه بیماری های انسانه گناهان انسانه تمام اونها جوابش در عیسی مسیح پیدا میشه وقتی ما به عیسی مسیح ما میاریم بدبختی های ما تبدیل میشه دگرگونی درونی ایجاد میشه سعادت واقعی در زندگی ما آشکار میشه غم‌های ما به کناری میره و آفتاب عدالت طلو میکنه نور الهی در قلب های ما میتابه در نام عیسی مسیح گره های زندگی ما باز میشه این فرد مفلوج چه امیدی براش وجود داشت او را به قدری ضعیف و ناتوان بود و شرایط او به بود که دوستا او را بر می داشتند و هر روزه لطفی که میکردند او را نزد در هیکل محل ورود به عبادتگاه می بردند تا در بخش ورودی عبادتگاه از مردم نیازهای خودش رو طلبه و اونجا گدایی کنه و در اوجه میشه گفت که ناتوانی و ضعف بود این شخص اما نام عیسی مسیح برای او آغازی تازه بود سرآغازی جدید بود نجات شفا آغاز زندگی جدید نام عیسی مسیح برای ما همچنین است او آغاز تازه ای را برای ما ایجاد میکنه زندگی تازه حیاتی تازه با آشنا شدن با این نام گره های زندگی خود را با قدرت این نام میتونیم باز کنیم و برتری خود را بر دنیای ارواح بر مرزها بر قید و بندها و بر مسائل زندگی میتونیم اعمال کنیم نام او نام مقدسیه و این نام و قدرت این نام به کلیسا داده شده به من و تو به ما که شاگردان عیسی مسیح هستیم به ما که آن نام را بر خود حمل میکنیم به عنوان مسیحی نام مسیح بر ماست و اقتدار اون نام در اختیار ما نهاده شده مردم با دیدن این پیغام و شنیدن این پیغام بسیاری به عیسی مسیح ایمان آوردند و کتاب اعمال رسولان اشاره میکنه که سه هزار نفر در روز پنتیکاست ایمان آورده بودند نزدیک به دو هزار نفر هم به جمع اونا اضافه شد جماعت پنج هزار نفره جامعه مسیحی و کلیسای مسیح رفته رفته داشت شکل می گرفت پیغامی که موعظه می شد این بود که توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد تا اوقات استراحت از حضور خدا برسد اعمال باب سه آیه 19 این آیه زیباست توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردند افرادی که از گناهان خودشون توبه میکنند و بازگشت میکنند به سمت ایسای مسیح در مسیری که دارن میرن یک بازگشت 180 درجه ای و وقف عیسی مسیح میشن بعضیا در مسیری که میرن یک بازگشت 180 درجه رو ادامه میدن به 360 درجه میان به مسیر خودشون باز ادامه میدن یعنی یک توبه اندکی ایمان ولی بعد پشیمانی و ادامه کار خودشون چون که حقایق را نشناختند چون نام عیسی را نشناختند چون ایمان مسیحی را درک نکردند مثل آن دانه و برزگری که بر کنار راه کاشته شد بر بین سنگلاخ با خوشی با خوشحالی میپذیرند اما سختی ها و جفاها به زودی اونها را جابجا جا میکنه ولی زمانی میاد افرادی که با تمامی دل وقتی سایه مسیح می شود مثل آن دانه ای که بر زمین خوب و نرم افتاد رشد کرد و ثمر آورد سی شست و صد برابر ثمر آورد بر. افرادی هم هستند که وقتی اینطوری با سعیم دل وقتی سای مسیح میشن تحول و دگرگونی در زندگی اونها ایجاب میشه و کلام خدا میگه توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردند تنها طریقی که افراد میتونند نجات پیدا کنند و شر گناه آزاد بشوند ایمان به عیسی مسیح به مرگ و قیام عیسی مسیحه که پولس رسول به این تاکید میکنه اگه با تمامی دل به عیسی مسیح ایمان بیاری که او پسر خداست و به زبان خود این را اقرار کنی تو نجات پیدا میکنی زیرا به دل ایمان میاریم ایمان میآوریم برای عادل شدن و به زبان اقرار میکنیم تا اون عدالت در زندگی ما تحقق پیدا کنه پس کلام خدا میگه که توبه و بازگشت کنید تا گناهان شما محو گردد تا اوقات استراحت از جانب خدا برای شما برسد اوقات استراحت یعنی شما وارد آرامش الهی میشوید با ایمان آوردن به سای مسیح از تقلا و کوشش های خودتون دیگه خلاص میشید خدا از شما خوشنود و راضیه وقتی وقت ایسای مسیح میشید وقت اراده او میشوید تسلیم او میشوید با او راه میروید با او زندگی میکنید می و اجازه میدهید او بر شما سلطنت حکومت کنه اون موقع است که دیگه شما از کارهای خودتون آزاد میشید آروم میشید و آرامش خدا قلب و وجود شما را در بر میگیره رساله ابرانیان باب چهار اونجا دعوتی از ما میکنه که وارد آرامی خدا بشیم خیلی از ایمانداران بعد از آنکه ایمان میارن هنوز تقلا میکنن که خدا را راضی کنن و هنوز از کوشش های انسانی خودشون باز نمیستن برای آزاد شدن برای زندگی با عیسی مسیح ما ایمان میاریم با عیسی مسیح با ایمان میپذیریم آمرزش گناهان را با ایمان میپذیریم روح القدس را با ایمان میپذیریم که وارد حضور خدا شدیم محبوب دل خدا شدیم جز مقدسین او شده به خون ایسای مسیح ما خریداری شده از آن ایسای مسیح گشتیم ما مال ایسای مسیح هستیم اولین کاری که ایسای مسیح انجام میده ما از سایم دل تسلیم ما میشدیم اینه که ما را عادل میگردانه ما در گلندل وست کالیفرنیا کلیسایی داریم که روزای یک شنبه خدا را خدمت کنیم اسم کلیسای ما شاخه عدالته یعنی ما وقتی ایمان میاریم به سای مسیح عادل میشویم و بخشی از وجود عیسی مسیح میگردیم عادل شدن پیامد ایمان به عیسی مسیحه و بعد از اون ما باید عادل زندگی کنیم اما عدالت هدیه خداست مثل همون نجات آمرزش گناهان و وارد استراحت الهی می‌شویم ما تقلا و کوشش نمی‌کنیم او را راضی کنیم بلکه با ایمان در حضور او قدم میزنیم و او از ما راضی و خوشنوده و این عاملیه که ما از سایم قلب آروم می‌گیریم و در این حال آرامش الهی، آرامش رب‌القدس قلب و وجود ما را فرام می‌گیره که ما از یک طرف از اعمال خودمون آرام گرفتیم از طرف دیگه آرامش روح القدس وجود ما را در بر میگیره و این باعث میشه که در یک سعادت و خوشبختی عمیق روحانی با خدا زندگی کنیم و دیگران را محبت و خدمت کنیم پس پیغام پتروس این بود که در نام عیسی مسیح این فرد مفلوج شفا یافته و این از قوت و تقوای ما نیست بلکه فقط و فقط به اسم ایسای مسیح است که از مردگان زنده شد و کسانی که به او ایمان می آورند آمرزش گناهان یافته وارد آرامش الهی می شوند و این تدارک خداست برای همه ما ما با پذیرش دعوت ایسای مسیح و ایمان به او این آرامش را به دست می امیدوارم که برادر خواهر عزیز من شما در این آرامش قرار گرفته باشی و در این آرامش رشد کنی و در اون آرامی که ابرانیان با اشاره میکنه که خداوند وعده داد که آر مکان آرامی را برای قوم خودش مهیا کرده ولی وارد کنان شدند هنوز اون آرامی یک سمبل و نمادی بود از اون آرامی واقعی هنوز اونها در اون آرامش کامل نبودند ولی وقتی عیسی مسیح اومد آن آرامش کامل را برای ما آورد تا ما با ایمان وارد خوشنودی و خرسندی الهی قرار بگیریم و در این حال روح القدس که آرام کننده دل هاست او در قلب های ما ساکنه و به این طریق جلال او در زندگی ما مسلط و حاکمه پس خدا رو شکر میکنیم یک بار دیگه نگاه میکنیم مرد لنگ در باب سوم با ایمان به عیسی مسیح شفا پیدا میکنه و پتروس و یوحنا میگن ما را طلا و نقره نیست اما آن داریم مؤمنین و مقدسین عیسی مسیح اقتدار نام عیسی مسیح را دارند اجازه دارند از نام عیسی مسیح استفاده کنند و نام عیسی مسیح را به کار ببرند چون آنها به نام عیسی خوانده شدند پس دوست و برادر عزیز من در نام عیسی مسیح تو را برکت میدهم میخوام در این برکت روحانی زندگی کنی و بگذاری که اون اوقات استراحت عمیقا در قلب وجود تو آشکار بشه و باعث جلال نام خداوند باشی خیلی ممنونم که این برنامه توجه کردی و خدا رو شکر میکنم برای یکی یک شما عزیزانم و دعای من اینه که حضور روح القدس بیاد آرامش و استراحت الهی بیاد و شما در این اقتدار و برکت روحانی او را جلال بدهید و برای او زندگی کنید تا فرصتی دیگر در خدمت شما هستم خدا شما را برکت بده خدا امرای شما خیلی ممنونم